گزارش های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه در مرکزی توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور با دستگیری انستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه‌ای که در اختیار داریم در باره مهمترین مسئله رو صحبت خواهیم کرد. دولت اسلامی امروز برای کشورهای آسیای مرکزی خیلی خطر افزا است. واقعه‌های چند پیش در ولایت قندوز افغانستان به عمل آمده گواه از آن می‌دهند که جنگجویان دولت اسلامی به افغانستان راه یافته و بیشتر در منطقه شمالی این دولت که با تاجیکستان همسرحدند مسکن می‌گیرند. کارهای ترغیبی و تشویقی از جانب دیش میونی سابق طالبان و نمایندگان افرادگرای تاجیکستان فعالان گذرانده می‌شود. با چنگال آنها قبل از همه جوانان در خارج تحصیل می‌کرده می‌افتند. مهستی دوست مراد موضوع را ادامه می دهد. دولت اسلامی عراق و شام نه تنها یک گروه تروریستی است، بلکه آن را متوان خدمات پرقدرت جاسوسی نام برد که هم فکران خود را در کشورهای مسلمانی پیدا کرده و تشویقشان می پردازند. انیسا امسال مکتب میانه را ختم کرد و به دانشگاه کیپر داخل شد و گفته او در خارج کشور امکانی به دست آوردن دانش خوب را دارد. зарубеж може дати ті знання, які в нашій країні ми отримати, к сожалению, не можем. در خارج ما می توانیم معلومات را گیریم که متاسفانه در وطن خود پیدا کرده نمیتوانیم. برای داخل شدن به مکاتب عالی به ما مبلغ زیاد لازم است. تا اندازه مبلغ زیاد که بهترش به خارج رفته تحصیل کنی. پوشیدن است که در کشور ما رشوه‌خوری در اوج است، خصوص در بخش معارف. علاوه‌تن در دوشنبه و در کل تاجیکستان فاکولته و دانشگاهی که در آن من میخواهم تحصیل کنم نیست. امیدوارم تقدیر انیسا از سرنوشت همسالانی او که در دانشگاه‌های خارج تحصیل دارند فرق خواهد داشت. سال‌های آخر بیش از 30,000 شهروند تاجیکستان دانشگاه‌های دانشکده‌های دولت‌های خارج را ختم کرده‌اند. وزیر معارف و علم تاجیکستان نوردین سعیدزاده می‌گوید که میان آنها افراد نیز هست که به دیش پیوسته‌اند. یگان اطلاع در خصوص آن که گروه خوانندگان از خطلون به سوریه یا به ترکیه رفته باشند، وزارت معارف خیلی اطلاعات ما ندارد. یک نفر خارج شده، سابق خارج شده دانشگاه تیوی، یک نفر سابق خارج شده دانشگاه ملی تاجیکستان، یک نفر اطلاع داریم از دانشگاه اگراری تاجیکستان. دو نفر ما اطلاع داریم از فدراسیون روسیه رفتگی است، از کاستراما. فامیلی هاشون که ما اطلاع داریم این در دست ما هست. جامعه شناس حلیم قربانوف بر آن عقیده است که دولت اسلامی کوشش دارد به هیئت خود نه تنها افراد را که یراق به دست گرفتن میتوانند، بلکه شخصانی صاحب کسب و حرفه ای را تشویق کنند. امروز این گروه تروریستی نیاز به دکتران، آموزگاران، آشپزان و الکتریک های کسبی دارد. به این منوال دیش می خواهد نشان دهد که آنها می توانند نه تنها جنگ کنند، بلکه می توانند دولت را نیز سازند. می گوید حلیم قربانوف. چستن پرزنای سیتواسیه اوچن سلوژنه، نوا استرکتورا. ساختار نو خلیفت با عنوان دولت اسلامی عراق و شام گروه خیلی خوبی تشویقاتی دارد. همه ما خوب می دانیم که آنها چگونه مواد تلویزیونی تهیه می کنند، با کدام صفت. جهت پرقدرتی آنها در همین است. آنها کارشناسان خوبند که آهسته آهسته تشویق می کنند و دست کمک درست کرده به این اموال و سوریه دعوت می کنند. دانشجویان آسیای مرکزی علی‌الخصوص از تاجیکستان که در دولت های خارج تحصیل می کنند، معلومات خوبی فن های دقیق امثال تکنولوژی، تاریخ، فلسفه را دارند و جهت آسیب پذیری این جوانان محض در آن است که معلومات کافی اسلامی ندارند. مفتی سید جمال نبی‌زاده اندیشه دارد که جوانان تاجیکی در سوریه جنگ می کرده درک نمی کنند که با کشتن برادران مسلمان خود گناه عظیمی را بر دوش می گیرند. او تاکید می کند که اکثر جوانان این عمل خود را جهاد می شمارند، حال آنکه به مفهوم این کلمه که در قرآن آمده است سرفهم نمی روند. سبب رفتن اصلا این جوان ها نداشتن زمینه های اعتقادی و دور بودن از حسی وطنداری و وطندوستی و دینداری، یعنی آنچه که پیغمبر علیه السلام برای مسلمان ها جمع کرد آنها این را ویران کرده استادند و دین مبین اسلام در دیدی مردم یک همچون دینی جنگجو نشانده استادند که این بسیار بایستی تأسف است. برای پیشگیری کردن راه چنین جوان ها تربیه درست خصوصا از آیله سر می شود که از آیله پدر و مادر از سین خردسالی فرزندان خود را یک دایره اخلاقی آنها را بسیارتر اهمیت دهند
و آنها را در روحیه پاک انسان دوستی و بشر دوستی تربیت کنند، چون اینکه وقتی که آنها وارد جامعه می شوند از چنین کارهای خطرناک خود را و وطن خود را و خاندان خود را و ملت خود را حفظ کنند. میلیسای تاجیک چند است که در آماده باش به همه گونه خطرهای تروریستی قرار دارند و گفته وزیر کارهای داخلی کشور رمضان رحیمزاده، آنها به طور فعال در وسایل اخباری عموم، مؤسسه های تعلیمی و مساجد کارهای فهماندهی برده ایستادند. برگردانی جوانانی که فریفته شدند با گروه های افرادگرا تروریستی شمول شدن، گروه زیادی رو انجام دادیم. از خود سوریه 9 نفر برگردوندیم با واسطه کارهای پروفیلاکتیک اپراتیوی. از ترکیه 9 نفر که میخواستن با سوریه با واسطه سرحد عبور کنن دستگیر کردیم. 2 نفر از روسیه و 1 نفر از جمهوری قزاقستان و 14 نفر دیگر از همین جمهوری تاجیکستان برگردوند. در عموم 35 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان رو ما از این راه برگردوندیم تا امروز و زیادی از این که اختیاراً برگشته بودن اولو از جوابگری مطابق قانون زوری جمهوری تاجیکستان از جوابگری آزاد کردیم و در جای زیست استقامت کرده ایستادن. تاجیکستان از افزایش احتمالی تروریسم در مرزهای خود نگران است. ارتش ملی باید در برابر افزایش احتمالی افرادگرایی به اکستریمیست از خارج کشور آماده باشد. حتی گروه خردی دولت اسلامی میتواند در کشور ناآرامی ها را به وجود آورد. محسی دسمراد، دوشنبه. سامیانی گرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتان رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. باشمو بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، با میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.